سلام به شما بازی‌نگاری عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و مهمتر از همه جیبتون پرپول باشه. ببینیم این ویدیو چی براتون داریم. بله، نوبتی هم که باشه، این بار نوبت بازی کانال سکوته. نشناختین؟ بابا همون سایلنس چنل خودمونه دیگه. ژانر ترس خیلی هوادار داره تو ایران. من خودم هم هوادارشم. از قدیم الایام هم شاهد تولید فیلم‌های سینمایی ترسناک بودیم و هنوزم تک و توک محصولاتی توی این زمینه ساخته میشن. اما نموده این علاقه رو بین بازی‌های ویدیویی خیلی بیشتر دیدیم، چون قدرت خلق و آفرینش و آزادی هنرمند تو این مدیوم بیشتره و با توجه به عدم وجود بسیاری از موانع، ویدیو گیم تونسته استاندارد ژانر وحشت رو بالا ببره. کانال سکوت جدیدترین تولید استودیوی لکسیپ گیمز که در حال حاضر فقط روی فروشگاه استیم و برای کامپیوتر منتشر شده. لکسیپ گیمز یکی از استودیوهای خلاق و فعالیه که نشون داده علاقه و توان کار کردن توی سبک وحشت رو داره. داستان. سبک روایت و داستان کانال سکوت برای علاقمندان آثار ترسناک سینمایی کاملا آشناست و تقریبا همه صحنه‌های خاص یا ترسناک بازی رو جای دیگه‌ای یا توی فیلم یا توی یه بازی دیگه دیدین. به هر حال کانال سکوت روی صحنه‌های ترسناک ناگهانی یا همون جامپ اسکیر خودمون مانور فراوانی داده و بعد از مدتی این لحظات تازگی و تاثیر خودش رو از دست میده و کمک واضحی به پیشرفت قصه نمی‌کنه. نمای کلیشه‌ای و معماریای بسیار آشنا در کنار قصه غیر جدید و معرفی موجوداتی که هزاران بار تو محصولات دیگه به چشممون خورده، همه با هم نشون دهنده فقدان خلاقیت داستانی مورد انتظار از لکسیپ گیمز. با اینکه روایت داستان شروع خوبی داره و با اشاره به واقعی بودن منبع الهام داستان و با استفاده از اسامی و تاریخ‌ها خیلی فضا رو به مخاطب نزدیک می‌کنه، اما این جذابیت‌ها عمر کوتاهی دارن و اینجاست که کانال سکوت دیگه اوج نمی‌گیره. گیم پلی. گیم پلی کانال سکوت مبتنی بر تعامل با محیط، حل کردن معما و باز کردن درهای مختلف برای حرکت به سمت مکان بعدیه. میتونید راه برید، بدوید، بشینید، با اشیا تعامل کنید و از کوله پشتی استفاده کنید که در کنار اون راهنمایی یه جمله‌ای برای روشن‌تر کردن وضعیت گنگی که تو اون قرار دارید تعبیه شده. اشکالی که در مورد برخی معماهای اتاق تاریک صادق بود، اما تو کانال سکوت تقریبا همیشه صادقه. از طرف دیگه تمام تلاش شما معطوف به پیدا کردن رمز یا باز کردن درهاست و تنوع خاصی توی این فرایند حس نمیشه. معماهای تکراری توی چند مورد یکم بیشتر از حد غیر خلاقانه است و لذت به خصوصی توی حل کردن و عبور از اونا نیست اصلا. در مجموع نوآوری خاصی توی بازی نیست. گرافیک. اتمسفر کانال سکوت ترکیبی از چندین و چند اثر مختلفه که این قضیه باعث شده یک دستی و تداوم ترس و تعلیق تو طول مسیر ثابت نباشه و بازیکن با گیر کردن پشت معماها از فضای قصه فاصله بگیره. گرافیک ابزار اصلی ساخت این جفت تو سایلنس چنله. معماری و مدلسازی محیط اول از مکان باز شروع میشه و بعد به راهروهای تنگ با سقف کوتاه میرسه و بعد به خونه و طبقات مختلفه که بسیار یادآور مسیر عنوان رزیدنت اویل 7 بایوهازارده. استفاده از جلوه تصویری نویز و گرین از یه طرف یادآور مجموعه سایلنت هیله و از طرف دیگه یادآور آثار ترسناک سینمای ژاپن. لکه‌های خون و دیوارهای کثیف و چیزهای کهنه و مواردی از این دست در کنار هم سعی دارن قدمت و فاصله زمانی ریشه‌های مکان رو به بازیکن یادآوری کنن، اما به خاطر ضعف زیاد بافتا، مدل‌های غیر پیچیده و منابع نور غیر دقیق، همه چی مصنوعی به نظر میرسه و ذهن باید تلاش زیادی برای نزدیک شدن به اتمسفر اثر داشته باشه. صدا. یکی از تکراری ترین حرفا در مورد صدای آثار ترسناک اینه که تجربه صوتی تو ژانر وحشت دوشادوش تمامی سایر عناصر حرکت میکنه و ضعف تو این قسمت ضربه بزرگی به محصول میزنه. لکسیپ گیمز تو طول سالهای فعالیتش نشون داده که درک صحیح و دقیقی نسبت به مقوله صدا داره و بی توجه از کنار اون رد نمیشه، اما به نظر میرسه که کانال سکوت نتونسته به پای دو فرزند قبلی استدیو برسه. نسبت دیالوگ به طول داستان کمه و شخصیت اصلی بعد از بیان چند جمله وارد کانال سکوت میشه و جز صداهای حاصل از ترسیدن و سوالاتی بریده و کوتاه چیزی از اون نمیشنویم.
جلوه های صوتی همونایی هستن که از یه اثر ترسناک توقع داریم و متاسفانه تو همه فیلم ها و بازی های وحشتناک هم شنیدیمشون. حتی اگه تک تک این جلوه ها رو به صورت اختصاصی برای سایلنس چنل ساخته باشن، بازم خبری از نوآوری توی اونا نیست و موسیقی اثر چنگی به دل نمیزنه. البته کاربرد ابزاریش برای تشدید اتمسفر خیلی بیشتر از کاربرد هنریش برای درگیر کردن ذهن و فکر مخاطبه. در کل کانال سکوت محصولی سرگرم کننده و ترسناک اما متوسطه که حتی توی آثار داخلی یا حتی تو کارنامه خود لکسیپ گیمز هم نمیتونه جایگاه بالایی داشته باشه. متاسفانه گرافیک غیر قابل قبول، معماهای غیر خلاقانه، نماهای تکراری، وامگیری شدید و فراوون از چندین اثر دیگه، عدم وجود استخوان‌بندی محکم توی روایت که روی منطقه کل بازی اثر گذاشته و در نهایت عدم انتشار محصول تو بازار داخلی از جمله عواملی هستن که ارزش تجربه این عنوان رو کم میکنن. شاید اگه اسم لکسیپ گیمز روی کانال سکوت نبود، توقع ما کمتر و نمره بازی هم بیشتر میشد. دم همگیتون گرم از اینکه نگاه زیباتون رو به قاب تصویری بازینگار هدیه کردین. شما میتونید نقد کامل این بازی رو از طریق لینکی که توی توضیحات گذاشتم بخونید. راستی برای اطلاع از اخبار بازی‌های ایرانی و منطقه منا میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی با آدرس @بازینگار دنبال کنید. مخلص همگیتون.